16 مرداد ماه 1394 خورشیدی و 7 اوت 2015 میلادی. امشب میپردازیم به خونه های تیمی سپاه و در ادامه برنامه صفحه آخر خواهیم پرداخت به آقای محمد علی طاهری، مدیر عامل مؤسسه عرفان کیهانی یا حلقه، که اعلام شده از حکم اعدام ایشون تایید شده. امشب مستقیم میریم سراغ خونه های تیمی و امن سپاه. هفته پیش به سازمان اطلاعات سپاه پرداختیم، به شکلگیری سازمان اطلاعات موازی که بعد از در واقع ضعیف شدن وزارت اطلاعات در دوره محمد خاتمی نطفش با دستور آقای خامنه‌ای بسته شد، شکل گرفت به دست چند تا از فرماندهان سپاه و همینطور سیاسی‌هایی مثل، اگه بشود گفت سیاسی، مثل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و اینها. با اینا به هر حال شکل گرفت و ادامه پیدا کرد و الان یه تشکیلاتی است که در واقع با مشارکت سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و عده‌ای روزنامه‌نگار مثل حسین شریعت مداری کیهان و حسن شایانفر کیهان و همون حسن و حسین معروف و پیام فضلی نژاد و این به اصطلاح بشود گفت اتاق فکر روزنامه کیهانی یا مؤسسه کیهان اداره میشه. این هم هستن بخشی از این سازمان اطلاعات موازی. در خدمت آقای امیر فرشاد ابراهیمی هستیم، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله. خوش آمدید مجددا به برنامه صفحه آخر آقای ابراهیمی. سلام، وقتتون بخیر. ما بگوشیم بحثمون رو بستم کنیم. قول دادیم مستقیم بریم روی خونه های تیمی و امن سپاه در تهران و همینطور که شما فرمودین که امیدواریم در چند دقیقه آینده بتونیم مستقیم بریم روی قضیه و تموم بکنیم خلاصه بحث و لااقل در این زمینه. خواهش میکنم بفرمایید. زنده باشی. بدون هیچ مقدمه ما میریم سراغ معاونت عملیات روانی سپاه که معاونت عملیات مجموعه همه این خانه های امن زیر نظر این معاونت و فرماندهی و ریاست این معاونت بر عهده آقای زیغمی هست، عبدالله زیغمی سرهنگ بود در سپاه. آقای جعفری فرمانده کل سپاه به ایشون یک درجه ارتقا داد، شد سرتیپ 2 سپاه و ایشون رو به عنوان فرماندهی معاونت عملیات روانی انتخاب کرد. از اسمش هم معلومه که این معاونت چه کاری انجام میده و هدفش چیه. میشه گفتش که شستشوی مغزی، ترغیب، شایعه، بعد خدمت شما هست کنم تجمیع افکار عمومی، ترغیب افکار عمومی و بقیه دوره هایی که از اون به عنوان مهندسی عملیات روانی یاد میشه و که در همون اتاق فکرهایی که یک نمونش هم شما مثل اتاق فکری که کیهان بودید زیر نظر این واحده. ولی خب میشه گفتش که فعالین این معاونت مثلا میتونیم به آقای حمیدرضا مقدم فر اشاره بکنیم، یا آقای قلی زاده در خبرگزاری تسنیم، آقای رضا سراج که از فرماندهان سابق قرارگاه سال الله بودند و الان در خدمت شما از کنم خبرگزاری فارس هستن، حاج حسن محقق که ایشون هم از فرماندهان سابق لشکر 27 بودن و بعد از اون در قرارگاه سارالله بودن و همکنون از ایشون به روایتی به عنوان معاون آقای زیغمی در معاونت عملیات روانی یاد میشه. دو فرد دیگه هم هستن که اینها از مجموعه خارج سپاه اومدن، مثل آقای محسنی که خدمتتون عرض کردم ایشون از بازجویان ویژه وزارت اطلاعات بودن، الان در معاونت عملیات روانی هستن، و همچنین آقای اکبر مجیدی که ایشون قبلا مسئول دفتر آقای طائب بودن. بلافاصله سراغ دومین نهاد خانه های امن میریم، اداره کاربردی یا کارآمدی که محلش هست در خیابون کارگر جنوبی، خیابون شهید لبافی، بنبست 3 پلاک 423، دیگه از این دقیق تر نمیتونستیم آدرس بدیم. این ساختمون که به ساختمون لباف معروفه، یک تابلوی داره مقابلش که نوشته شده مؤسسه دین و دانش. در اداره کاربردی میزهای مختلفی وجود داره که برای هر وزارتخانه و یا نهادی که زیر مجموعه دولت کار میکنه اینها اونجا یک میز بررسی دارن، کلیه اعمال و رفتار افراد، وزرا، مدیران ارشد، مدیران میانی هر وزارتخونه و رفتاری که در وزارتخونه داره اینها رو رصد میکنن. از مجموعه این رفتار
بولتن‌هایی تهیه میشه برای مقامات امنیتی و همچنین نظامی بخش‌های دیگه اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات فرستاده میشه و خدمت شما عرض بکنم که مسئولش هم هست آقای محمد رضا سلطانی که ایشون هم سردار هستن، از سرتیپ دو سپاه هستن و از بقیه افراد و با یا به عنوان مثال از کارشناسان ارشد این اداره کارآمدی ما میتونیم به لطف الله فروزنده اشاره بکنیم که ایشون قائم مقام جمعیت ایثارگران که جمعیت سیاسی هستن و معاون آقای احمدی نژاد هم بودن ایشون. متعلان دقیقا آقای فروزنده معاون چی بود حضور ذهن ندارم. آقای رستم قاسمی، آقای حسن طایب، مسعود میرکاظمی هم از دیگه افرادی هستن که در اداره کارآمدی یا کاربردی فعالیت میکنن. بخش دیگری بود به عنوان خانه های امن اطلاعات موازی وجود داره به اسم اداره رصد مجازی یا شبکه رصد مجازی، دقیقا من نمیدونم ولی اسمش به عنوان رصد مجازی هست که این فعالیتشون در ساختمون سابق مؤسسه همشهری است، همشهری مجلات در خیابون کریم خان زند تقاطع شهید قرنی. آقای حسین که حالا یه توضیح هم راجع فعالیت این اداره رصد مجازی بدم، کلیه سایت‌های خبری، خبرگزاری‌های مختلف هم در اینجا رصد میشه و هم اینکه همین سازمان با راه اندازی سایت‌های مختلف که دیدیم مثل قارش در اومده به عنوان مثال، بهار نیوز، نم امام نیوز، باکر نیوز، رجا نیوز، انواع اقسام نیوز ها رو اینا را میندازن، شبکه های خبری که در راستای اهداف خودشون هم اقدام به رصد فعالین سایبری میکنند و هم اینکه در جهت ترغیب و یا همون بحث شایعه که از جمله مباحث اصلی معاونت عملیات روانی هست و یا خبرسازی اینها فعالیت میکنند. مسئول اصلی اداره رصد مجازی آقای حسین نجابت هست و از فعالین و یا کارشناسان ارشد میشه به سید محمد حجازی، نه اون حجازی که در بیت رهبری با اون اشتباه نشه، و همچنین خانم معصومه یعقوبیان که ایشون هم از مطبوعاتی های روزنامه کیهان و رسالت بودن میشه به اینها اشاره کرد. حسین نجابت الان چه کاره است آقای ابراهیمی؟ آقای حسین نجابت ایشون در سپاه بودند و در جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم کار میکنند و الان در رصد مجازی به عنوان مسئول بخش رصد مجازی شناخته شدند. بسیار خوب. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله. بخش بعدی بخشی هست به عنوان ستاد مردمی. ما یه مبحثی رو داریم و میدونیم که در اغلب حرکت‌هایی که حالا جریان محافظه‌کار، سپاه پاسداران، بسیج و یا گروه‌های سیاسی شبه امنیتی نزدیک به حکومت دارن، اینه که همواره عادت دارن فشارهای خودشون و رفتار خودشون رو به عنوان حرکت‌های مردمی را بندازن. به عنوان مثال مثلا میتونیم به اشغال سفارت انگلستان اشاره بکنیم، راهپیمایی‌هایی که هر از گاهی مقابل وزارتخونه‌ها و یا خبرگزاری‌ها، سازمان‌ها و نهادها انجام میشه، همواره از اینها به عنوان راهپیمایی مردمی، تجمع مردمی، تومار اعتراض مردمی، از اینها یعنی همینایی که گروه‌هایی که بعداً میگن مثلا خودسر بودن و جمع شده بودن، مجوز نداشتن، بعد نباید جمع می‌شدن، تمام اینا رو میگین که همین زیر نظر در واقع این ستاد مردمی است که سازماندهی میشه. بله بله. کار ستاد مردمی برگزاری راهپیمایی، برگزاری نشست، به تجمع، جمع‌آوری تومار حالا با امضا، برگزاری نماز جماعت در خیابون‌ها، اعتراض مقابل وزارتخونه‌ها، آخرین موردش رو اگه بخوایم به روزترین حرکت این جریان اسپری مثلا اعتراض به فیلم رستاخیز مقابل وزارت ارشاد، مقابل عدالت‌خانه، اعتراضاتی که بعد از نماز جمعه میشه، همه اینها اغلبشون توسط همین گروه‌هایی هستن که حالا قبلا طبق فرمایش شما به عنوان گروه‌های خودسر شناخته می‌شد ولی حالا تونستن اینها رو سازماندهی بکنن، هدفمند بکنن این تجمع‌ها رو و از این پتانسیل به نفع خودشون هم استفاده ببرن. ستاد مردمی توسط آقای حسین فدایی که دیگه اثر دیگه فعالیت ایشون و شخصیت ایشون کاملا معروفه، آقای فدایی اداره میشه، از کارشناسان ارشدش هم میشه آقای حسین رضا سبزی اسم ببریم. محل اداره ستاد مردمی هست در خیابون آذربایجان، نبش شهید آجیده، یک تابلوی داره به اسم گروه ترجمان. یک شهیدی هم بود در لشکر بی‌طرف، من احساس میکنم
به نام همین ایشون اسم گذاشتن، یعنی گروه شهید ترجمان، که محلش هم خیلی نزدیک به بیت رهبریه. کما اینکه ما در بخشای دیگه هم که بهشون میرسیم چند تا سازمان دیگه هم میبینیم که اصلا نه تنها از نظر فکری و سیاسی، از نظر فیزیکی هم خیلی قرابت نزدیکی به بیت رهبری دارن. آخرین موردمون هست خدمت شما عرض کنم، سازمان برنامه. به هر جهت تمامی این فعالیت‌هایی که اینها انجام دادن و همچنین خدمت شما عرض کنم انجام میدن، درسته که اینها به عنوان یک بخش شبه قانونی و یا بخشی که به هر جهت وجود داره در دل سپاه پاسداران، ردیف بودجه دارن و همه این هزینه‌ها رو از محل اون بودجه تامین می‌کنن، اما این سازمان برنامه وظیفه‌اش مجدداً تامین همین قضایاست. هم کما اینکه کارهای غیرقانونی دیگه در زمینه پمپاژ اقتصادی هم، چه برای این مجموعه های عملیات روانی چه برای مجموعه های دیگه سپاه، در همین سازمان برنامه انجام میشه. به عنوان مثال نظارت بر اون اسکله هایی که به عنوان اسکله های ورود کالای قاچاق توسط سپاه پاسداران اسپرده میشه، و یا فروش نفت. خدمت شما نظارت بر عملکرد آشیانه هایی که سپاه پاسداران در فرودگاه امام خمینی، مهرآباد و همچنین فرودگاه پیام داره و معلوم نیست اصلا در اون آشیانه ها چه میگذره و چه اتفاقی انجام میفته. سازمان برنامه جای مشخصی به طور مشخص ازش عنوان نشده، اما به قریب به یقین در همون طرح 55 مجموعه ساختمون هایی که به طرح 55 مشهور در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران در انتهای خیابون پیروزی، در اونجا فعالیت دارن. ریاستش هم از سردار جمال آبرومند که آقای آبرومند به عنوان فرماندهی یا مدیریت سازمان برنامه کار میکنه، اما کارشناسان و معاونان دیگه هم داره که بخش مالیش و مهندس سازگاری اداره میکنه. مهندس سازگاری از معاونین دولت احمدی نژاد در وزارت مسکن و شهرسازی، راجب فرزندش هم که ما در بحث قبلی که شما خودتون هم داشتین در مورد آقای رحیم بقایی بهش اشاره کردین، فرزند ایشون در قزاقستان توسط دولت کشور قرقیزستان فعالیت‌های اقتصادی داده، شواهدی هم هست که میگن ایشون بازداشت شده اونجا. بخش قضایی رو آقای نبوی یا همون مسعود شرفا انجام میده که ایشون معاضدت حقوقی و معاضدت قضایی، ارتباط با سیستم‌های قضایی و سازمان و نیروهای سازمان قضایی، نیروهای مسلح و یا قوه قضاییه رو ایشون بر عهده داره. ارتباطش با بیت هم توسط فردی است به نام صمدی که من چیز دیگه از این آقای صمدی نتونستم پیدا بکنم، اما خب در راستای همین کارها اینا لازم دارن که با مجموعه های دیگه سپاه، با مجموعه های وزارت دفاع و همچنین بخش دولت هم ارتباط داشته باشن، که این ارتباطات رو هم فردی به نام آقای بیگی انجام میده. من دیگه نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم و یا چه موردی دیگه مونده که خدمتتون تقدیم. ببینید، یکی حالا شبکه عیونو که هفته پیش گفتین، من دلم میخواد یه بار دیگه، حالا که داریم تمام این در واقع خونه های اصلی تیمی سپاه حالا صحبت میکنیم، چرا بهش میگیم خونه تیمی، اینا رو صحبت میکنیم شبکه عیون یه بار دیگه بگین. و یک مرکز دیگه هم هست قبل از شبکه عیون من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، یک مرکزی که به هر حال یک بار صحبت میکردیم درباره سردار وحید نبی الله یا وحید نبی الله، که او هم از سپاهیایی بود که نقش در واقع نظارتی اینا دارن در مجموعه این گونه فعالیت ها. آیا مرکز خاصی هست برای اینا یا اینکه فقط سردار نبی الله در واقع زیر نظر حالا سپاهیای دیگه که شما حتما بهتر میدونین نقش فقط این هست و چند سردار دیگه مستقیما نظارت میکنن روی این فعالیت ها، چگونه است؟ بله، حتما صدای شما چند لحظه نداشتم، اما شنیدم که راجع به شبکه عیون باید صحبت بکنیم. شاید میشه گفتش که بعد از معاونت عملیات روانی اصلی ترین بخشی رو که ما میتونیم ازش اسم ببریم همین شبکه عیون هست، چرا که شبکه عیون به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای تشکیل شده و از ایشون خواستن که یک شبکه عظیمی از خدمت شما عرض کنم تا از حد، یعنی از کفش که کوچه و بازار هست به عنوان بسیجی‌ها و یا نیروهای افتخاری این فعالیت خودش رو آغاز بکنه، تا افرادی به عنوان مخبر و یا کارشناسان خبری در دل جریان‌های دولتی، نهادهای دولتی، وزارتخونه‌ها اینها کار بکنن. محصول و حاصل شبکه عیون
درسته که در کنارش مثل باقی موارد هم تهیه و تنظیم بولتن‌های خبری هست، اما وظیفه اصلی شبکه عیون اینه که اینها یک شبکه نظارتی داشته باشن به عنوان گوش و چشم رهبر و به نوعی ارتباطات خودشون رو مستقیما با رهبری و فرماندهی کل سپاه برقرار میکنن. من احساس میکنم که بیشتر از اون که استفاده های امنیتی و یا نظامی از شبکه عیون بشه، این شبکه رو آقای خامنه‌ای راه اندازی کرده تا خودش اطلاعات خدمت شما عرض بکنم نزدیکتر و مناسبتری داشته باشه با بقیه بدنه دولت و حداقل تغذیه بشه از نظر اطلاعاتی که بدونه در حکومت و یا بقیه بخش‌های دولتی چه می‌گذره. ببینین اون قسمت که نشنیدین صحبت منو، شاید به دلیل شدت گرما در استودیوی شما، این است که داشتم ازتون سوال می‌کردم که سردار وحید نبی الله در این شبکه اصلاً چه کار است؟ ایشون فرمانده به عنوان فرماندهی شبکه عیون هستند. گفته میشه که منصوب مستقیم آقای خامنه‌ای و همینطور نظارتی که آقای نبی الله داره به عنوان راه اندازی سازمان‌های شبکه‌ایه، یعنی شبکه عیون همونطوری که از اسمش هم معلومه گروه‌ها و جریان‌های مختلفی رو هدایت می‌کنه و نظارت می‌کنه و کار شبکه عیون اینه که شبکه، یعنی در شبکه سازی بکنه. مثال دقیق‌ترش اینه که از بسیجی‌های مساجد محل گرفته تا افرادی که به عنوان نیروهای بسیجی یا کارمندان دولتی مثلا در وزارت کشاورزی، مثلا در وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، اینها ملزم هستند و مأموریت دارن تا هر آنچه که در پیرامونشون می‌گذره رو به شبکه عیون، حالا به صورت کتبی، شفاهی، گزارش نوبه‌ای، هفتگی گزارش بدن و مجموع این گزارش‌ها ژورنال‌ها و بولتن‌های خبری میشه که برای اطلاع رهبر فرستاده میشه. اما از ماحصل فعالیت‌های شبکه عیون ما میتونیم اشاره بکنیم به دستگیری مدیرانی که مثلا در وزارت بازرگانی گاه هم میگن اختلاس کردن، یا مدیری که خدمت شما عرض کنم ضد ولایت فقیه، یا هر مسئله دیگه، یعنی استفاده‌های امنیتی هم میشه. اما وظیفه اصلی شبکه عیون تشکیل این شبکه خبری، یا به نوعی میشه گفتش که شبکه جاسوسیه برای شخص رهبر. بله بسیار ممنونم ازتون. من یک توضیح کوتاهی بدم. اون عکسی که الان دیدیم، عکس نظامی که در کنار آقای خامنه‌ای راه میرفت، سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی بود، یه وقت قاطی نشه با نبی الله. شاید من نمیدونم توی این عکس که به عنوان عکس وحید نبی الله، من خودم حضور ذهن ندارم، فکر میکنم اون فردیه که لباس شخصی تنشه و پشت سر سمت راست هست. وحید در واقع داره راه میره با کچلوار. بله. او وحید نبی الله که ایشون آقای وحید نبی الله از افرادی بودن که در نیروی قدس بودن. احتمالاً این عکس مال همون زمان حضورشون در نیروی قدس با توجه به حضور آقای قاسم سلیمانی. بعضی ها هم گفته میشه، در بعضی منابعی هم که حالا هیچ وقت هم نمیشه این منابع رو تایید بکنیم یا تایید نکنیم، گفته میشه که آقای نبی الله در زمان حضورشون در نیروی قدس و قبل‌تر از اون وزارت اطلاعات جزو تیم‌هایی بوده که جمهوری اسلامی در خارج از کشور از اونها برای ترور استفاده می‌کرده. ببینید من خودم به شخصه نمیتونم تایید کنم، نمیتونم تکذیب کنم. نتیجه می‌خوام بگیرم، فقط می‌خوام ببینم که آیا درست یا نه. این توضیحی که شما دادین در واقع اتاق‌های اصلی برنامه‌ریزی و فکر سازمان اطلاعات حاکم بر کشور هست، یعنی همونطور که توضیح دادیم اینا سپاه هستن، قوه قضاییه هستن، نمیدونم وزارت اطلاعات هستن، اخراج شده هاشون هستن و سیاسی ها هستن. به هر حال این گرایش که به اتفاقا خیلی هاشون هم هوادار احمدی نژاد بودن و بعضی هاشون هم تو کابینه احمدی نژاد و اینها، که توضیح هایی که شما دادین، این مجموعه در واقع فراتر از وزارت اطلاعات به عنوان وزارت خونه، یا فراتر از فقط حفاظت اطلاعات سپاه، یا فراتر از حفاظت اطلاعات نیروی انتظامیه. درست عرض میکنم اینو؟ بله کاملا. این یک مجموعه بسیار بسیار وسیع و گسترده‌ایه،
به طوری که ما میتونیم بگیم حتی بخشهایی از وزارت اطلاعات، حتی بخشهایی از نیروی انتظامی، حتی بخشهایی از سازمان اطلاعات سپاه و همچنین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه رو هم در درون خودش جای داده. و من ناظر... احساسم اینه که این همون اشاره است، این سازمان اطلاعات موازی همون سازمانی است که آقای روحانی به صورت تلویحی بهش اشاره کرد که هم اطلاعات دارن، هم پول دارن و هم زندان دارن و هم رسانه دارن. عملا ما میبینیم که همه چیزها اینها رو دارن. شاید خب البته سپاه پاسداران هم سپاه پاسداران هم همه اینایی که آقای سپاه روحانی میگه دارن. میشه گفتش که ببینید دقیقا من احساس میکنم سازمان اطلاعات موازی رو بیشتر از اون که متعلق به سپاه بدونیم باید بگیم میزبانش سپاه هست، چون که از بخشهای دیگر جریانهای امنیتی هم ما میبینیم در اونها هستن. رئیس اصلیش طبعا رئیس اصلیش و خطه اصلی این قضیه آقای خامنه ای هستش و ایشون به ایشون و این سازمان در خدمت ایشون هست به طور مشخص، ورای بقیه جریان های بوروکراتیکی هست. نمیخوام بگم سپاه یا ارتش در اختیار خامنه ای نیست، سپاه و ارتش هم در اختیار خامنه ای هست، وزارت اطلاعات هم وزیرش با اطلاع آقای خامنه ای منصوب میشه، ولی این خیلی دایرکتر و خیلی مستقیمتر ارتباط خودش رو با رهبر حفظ کرده و دستورات رهبر رو خیلی مستقیمتر میگیرن و انجام میکنن و یک من احساس میکنم یک میانبریه به جریان امنیتی که آقای خامنه‌ای با این سازمان اطلاعات موازی خواسته بزنه و پرسنل بسیار انبوهی هم باید داشته باشه با این همه وظایفی که دارن. به هر حال بسیار بسیار سپاسگزارم آقای امیر فرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار و دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله، که مجددا با شما بودیم. آقای ابراهیمی لطف کنید از اون مسئولان استودیوی اونجا در مملکت شما برلین آلمان بخواید که یه دستگاه تهویه کولر چیزی شما دارین از دست میری. من همش نگران بودم که اونجا یه دفعه پس نیفتین توی این نیم ساعت که داریم با هم حرف می‌زنیم. تمام کارتون خیس. آره بله، من از اینم همیشه خندم میگیره که ما اینجا زیر آفتاب هستیم و شما همیشه آخر میگین شب و روزتون خوش. قربانتون، شب شما بخیر. زنده باشین، شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون باشه.